در ادامه پشتیبانی ها از زندانیان سیاسی در حال اعتصاب قضا در زندان های جمهوری اسلامی، کانون کنشگران سوسیالیست و دموکرات در شهر هانوفر آلمان نیز با پیگیری اقداماتش در این رابطه امروز شنبه 9 سپتامبر با مراجعه تعدادی از فعالانش به بساطهای انتخاباتی حزب چپ و حزب سبز آلمان در مرکز شهر هانوفر، این احزاب و مراجعه کنندگان با آنها را در جریان وضعیت رضا شهابی و سایر زندانیان سیاسی قرار دادند. بیانیه حمایتی کانون توسط بسیاری از مراجعه کنندگان و اعضای این احزاب امضا شد. سعید آرمان از فعالان کنشگران در این رابطه چنین توضیح می‌دهند. با سلام خدمت بینندگان رادیو و تلویزیون که صدای ما رو دارند و تشکر از اینان، کنشگران سوسیالیست و دموکرات هانوفر در راستای دفاع از اعتصاب زندانیان سیاسی در ایران اقداماتی رو انجام داده، از جمله اقدامات رجوع به دفاتر تبلیغاتی احزاب توی آلمانه که ما الان روبروی دفتر حزب سبز ها هستیم و حزب چپ آلمان حمایتش رو از خواست زندانیان سیاسی اعلام کرده و احزابی مثل سبز ها و سوسیال دموکرات ها به ما قول دادن که در پیگیری این خواسته های به حق زندانیان سیاسی کوشا باشند و اینو در پارلمان نیدرزاکسن ایالت ما مطرح کنند. در ضمن اتحادیه کارگری آلمان وردی حمایتش رو از زندانیان سیاسی اعتصابی اعلام کرده و از جمله خواهان آزادی همه، خصوصا رضا شهابی، فعال سندیکای اتوبوسرانی تهران شدند. امیدواریم که با مبارزات داخل و خارج از کشور نیروهای مترقی چپ و دموکرات در راستای اعتصاب زندانیان سیاسی جلوی سرکوب و شکنجه و آزار زندانیان سیاسی به وسیله رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی گرفته شود. با درود خدمت شما، من پروانه بوکا هستم، کاندیدای پارلمان سراسری حزب چپ آلمان معروف به دیلین، که ما از طریق مطبوعات مطلع شدیم که زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در اعتصاب به سر میبرند. از این رو با حزب در برلین تماس گرفتیم و حزب ما در برلین کاملا زندانیان سیاسی عقیدتی رو حمایت میکنه و هر گونه کمکی از دستش بر بیاد انجام میده. در این حال اعلام کردیم که برای دولت ایران و سفارت ایران در برلین نامه خواهیم نوشت و اعتراض خودمون رو خواهیم کرد و خواهان فوریت پایان بخشیدن به این وضعیت اسفناک زندانیان سیاسی در ایران هستیم. شما در پارلمان چه ابزاری دارید که در شرایطی که آلمان روابط اقتصادی الان بسیار بسیار وسیع و تنگاتنگ پیدا کرده که بتونید راجع به این موضوع توی پارلمان توضیح بخواید، چه در پارلمان ایالت نیدرزاکسن در اینجا و چه در پارلمان آلمان؟ آیا ابزاری برای این وجود داره که توضیح خواسته بشه و یک شرط و شروطی برای این تجدید مناسبات گذاشته بشه که حداقل این فشاری که روی فعالین سیاسی و کارگری هست کنه؟ ببینید، در پارلمان آلمان، در پارلمان سراسریش و در پارلمان‌های ایالتیش، ما شانسی که داریم اینه که نمایندگان احزاب دیگر رو تشویق بکنیم که از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران حمایت بکنند و بعد میتونیم به شکل یک گروه از نمایندگان تقاضای پاسخ از کمیسیون خارجه، کمیسیون امور خارجه آلمان و کمیسیون مخصوص ایران، هر کشوری در پارلمان سراسری یک کمیسیون مخصوص داره و ما میتونیم از طریق اون کمیسیون با حمایت احزاب دیگه تقاضای سوال بکنیم و سعی بکنیم که
حامیانی برای زندانیان سیاسی، فعالین سیاسی در ایران جذب بکنیم و کسب بکنیم تا بتونیم فضایی به وجود بیاریم که از فعالین سیاسی، زندانیان سیاسی عقیدتی حمایت بشه. ممنون از شما. خواهش میکنم، به امید پیروزی. خیلی متشکرم، متشکرم از شما و همه عزیزان. قربان شما. Lebt die politischen Gefangenen im Iran? Nach Hungerstreik in Todesgefahr.